من یه لیست دارم و این لیست ها که الان اینجا دارید میبینید خب اومده پر شده. خب این که چیز جالبی نیست، اینم من پر کردم. فرض کن هر لحظه من میخوام این رو پرش کنم. میخوام با دستوری بهتون آشنا بکنم به نام اپند. اپند چیست؟ اپند از اسمش هم مشخصه، یعنی در واقع یه مقدار بهش اضافه کن. دستور اینزرت هم داریم که میتونید این کار رو انجام بدید. شما میتونید روی لیست ها با این دستور ها بیاین چیکار بکنید، عملیات ریختن یک دیتا رو در داخل یک آرایه یا لیست انجام بدید. به چه صورت؟ من برمیگردم میگم دیتا دات دات که میگید، بچه ها این رو ندید بگیرید از من. دیتا رو اگر شما پرینت میگیرید برمیگرده میگه دیت تایپش رو، تایپ رو بیا به من دیتاش رو برگردم بهت، میگه این یه دونه کلاس لیسته. یعنی چی؟ در واقع شما اومدی یک نمونه یا یک آبجکتی از یه لیست ساختی. این الان در واقع این دیتایی که دارید میبینید یک آبجکته و آبجکت ها رو میشه با دات به متدهاش دسترسی پیدا کرد. الان من دات میذارم، این یه آبجکت یا اینستنس یک نمونه است. حالا برمیگردیم میگه این که لیست بود، آره لیسته، ولی شما میتونی با دات، دارم بحث کانسپتش و مفهومش رو میگه، با دات میتونی به تمام متدهایی که داخلش هستش نگاه کنید، کاملا دسترسی پیدا بکنید. خب نگاه کنید، من گفتم که درسته این تایپش رو بزنید میگه لیست، ولی در واقع یه آبجکته، یه این رو فقط تو ذهنتون داشته باشید، بهش میگن اینستنس یا آبجکت، یه نمونه از یه کلاسی ما داریم به نام لیست. چی هست؟ بعدا در موردش صحبت میکنیم، به جای خودش برسیم در موردش صحبت میکنیم. اگر شما بیایید برای این متغیری که اینجا قرار گرفته که ما همه میدونیم لیست هستش، یه دات بزنید به تمام به اینها که بهتون گفتم، اینها که مکعب هستن، مکعب در واقع بنفش رنگ هستن، به اینا میگم متد، به تمام متد ها، اینا هم وریبل ها رو دیگه باشون آشنا شدی، به همه اینا دسترسی داری. خب من با همه اینا قرار کار بکنم. اینا که اصطلاحا دوتا آندر اسکور دارن یا دندریت بهش میگن، اینا که دندریت دارن یا دوتا آندر اسکور دارن، اینا فقط یه مفهومی رو به ما دارن برمیگردن. باشه در موردش صحبت بکنیم. حالا مثلا یه دونه از این دوتا اندرسکوری ها رو اگه من بیام استفاده کنم، یه گزینه داره به نام داک. خب بد نیست بدونید. بیاید اینجا برگردید بگید پرینت، این رو کنترل وی توش بزنید، این چی برمیگردونه؟ این راهنمایی که توی لیست بوده رو برای من میاد برمیگردونه، میگه نگاه کن اومدی شما چیکار کردی؟ اومدی یه دونه میوتیبل سکونس کردی، میگه من آرگومانی هم هیچی بهش ندی، میگه داری اومدی از طریق کانستراکتوری کلیر کردی و اینم امتی هستش و ایتریبل هم هستش، یه مشخص در واقع چیز اسپسیفای هستش، مشخصی هستش هم که شمارشی هم هستش. خب اینا یعنی چی؟ خب اوکی حالا بهش میرسیم، در موردش صحبت میکنیم، الان زوده. ولی اینایی که میبینید به این صورت هستن، شما میتونید بیاید اینجا حالا مثلا انوتیشنش رو بزنید، میاد بهتون برمیگردونه یه سری دیتا ها رو برمیگرده. انوتیشن میگه چیه؟ میگه شما هنوز هیچ اتریبیوت تو توش ست نکردید. راست میگه، من هنوز هیچ اتریبیوت تو توش ست نکردم. خب اینا رو باید چیکار کنیم؟ هیچی، ما فعلا اومدم بگم که همچین چیزی هست، باش درگیر نشید. ولی ما یه سری متد داریم. اولین متدی که به کار من میاد اپنده. اینا رو هم بهتون گفتم که مکعبند، مکعبای بنفش رنگن، بعد شما پرانتز براشون بذارید. خب میگه یه چیزی، میگه append object تو در واقع the end of list، میگه شما میتونید توش یه چیزی قرار بدید. اون بالا رو میبینید یه دوتا under در واقع underline یا underscore گوشت object دو نقطه any. یعنی چی؟ یعنی من میتونم هر چی تو این بنویسم. فرض کنم من میذارم 10.5. حالا شما اینجا در مورد append میخوای استفاده بکنی، اینجا هر نوع تایپی میتونه توش قرار بگیره. فعلا چیزی که یاد گرفتیم، من اومدم گفتم خب اپند کن، میگه باشه. حالا میگم پرینت کن گزینه دیتا رو و اینجا هم پرینت کن برای من دیتا رو. ببینید قبل و بعدش چه اتفاقی میفته. من یه ذره تکنیک به خرج بدم یا سلیقه اصطلاحا، یه دونه اینجا بذارم، یه ضرب در صدم بذارم،
اینجا بیام اجرا بگیرم. ببین اولی یه آرایه خالیه، دومی یه لیست یا یه آرایه هستش که خونه صفرم شده دهانی. من با دستور append یا تابع append اومدم یه مقدار اضافه کردم به لیستم. یه کپی دیگه میگیرم این نظام اینجا، دوباره append رو استفاده میکنم، میگم لیست دیتا، میگه بله، میگم append، مقدار پایتون رو بیا بهش اضافه کن. خب و بیا پرینت کن برای من چی رو؟ دیتا رو. الان باید خونه یکمش هم پر بشه. میذارم ببینید دهانیم پایتون. خب پس من میتونم هی یه کنترل سی و هی بیام اینجا دیتا های مختلف قرار بده. بله شما میتونید اینجا دیتا های مختلف قرار بده. اینجا مثلا بذار ای آی. الان اگه خروجی بگیری ببینید شد سه تا خونه. دوباره کنترل وی و من اینجا برمیگردم مثلا میگم ترو بذار. میگه باش تو به من اضافه کن، من خودم میذارم. کنترل وی این رو مثلا بذار 10 به علاوه 10 جی. الان چه اتفاقی افتاد؟ الان اومده به این صورت اضافه شده. پس من میتونم با دستور append دونه دونه دیتا به یک لیست اضافه بکنم. دستور دیگه چی؟ دستور دیگه داره به نام کاش پاک نمی‌کردم دومش رو. دستور دیگه دارم به نام insert. ببینم insert به چه صورت هستش. بیام بنویسم print، نه دیگه print نوشتم، بیام بگم data dot insert. خب میگه شما بیا و توی insert استفاده بکن، ولی دو تا آرگومان میگیره. میگه بیا بنویس کدوم مقدار و دیتاش. من برمیگردم میگم خونه صفرم و بیا و مقدار مثلا پایتون رو اضافه کن و بعدم میگم که پرینت کن برای من دیتا رو. ببینم کار میکنه یا نه، شاید کار نکنه اصلا برای من. اومد مقدار صفرم رو اضافه کرد. حالا اگه میگفتم مقدار یکم چی، میاد بازم میره برای من مقدار چی رو اضافه میکنه، میره تو همین خونه صفرم اضافه میکنه. ولی من نتونستم ایندکس رو عوض کنم. ببینید اینزرت رو کجا باید استفاده کنیم. ببین شما اینجا فرض کن داری 1 2 3 4 5 چه میدونم اینجا پایتون، اینجا داری مثلا تست، اینجا داری ترو، میخوای بیای یه مقدار رو اضافه بکنی ولی میخوای اینجاها بیای مثلا بیای بعد از این خونه صفر بیای خونه یکم دو دیگه، میخوای بیای بعد از این یکی بیای پایتون رو اضافه بکنی، میای از چی استفاده میکنی؟ از اینزرت. الان نگاه کن من میزنم اومد بعد از خونه یکم، در واقع بعد از خونه اینکه ایندکسش صفره اومد توی خونه یکم پایتون اضافه شد، بعد این یه دونه شیفت خورد به این و اینزرت رو وقتی من استفاده میکنم که یک آرایه داشته باشم یا لیستی داشته باشم که دیتا داخلش وجود داشته باشه و من بخوام بیام از ایشون استفاده بکنم برای اینکه ایندکس های در واقع بیام یه ایندکسی رو جدید رو بیام یه مقدار یا ایندکس جدید رو بیام توی لیستم اضافه بکنم. یعنی عملا شبیه به append اصلا عمل نمیکنه. شما میتونی اینجا با این مقادیری که وجود داره مثلا بذاری 5، پوزیشن مقدارت رو توی آرایه عوض بکنی. الان نگاه کن من گذاشتمش 5، یعنی اومدم توی مقدار 5 تعریفش کردم. ولی append رو ببین، append اولا این رو نداره، دوم شما وقتی append رو میزنی میره به انتها اضافه میکنه. حواست باشه اگر یه آرایه داشته باشی که طولش زیاد باشه و طولش حالا مثلا 50 باشه 60 باشه، اگه مقدار append بکنی دقیقا میره آخرین مقدار میاد بهش اضافه میشه. خب پس من فهمیدم که فرق insert و append رو فهمیدم. حالا خیلی برمیگردم که آقا این دو تا شبیه هم دیگه است. نه شبیه هم نیست. چرا شبیه هم نیست؟ append میاد دقیقا به آخری اضافه میکنه، آخرین مقدار رو میاد اضافه میکنه و insert میاد پوزیشن بهش میدی، میگه آقا کجای آرایه برو اضافه شو، کجای لیست بیا اضافه شو. پس با هم فرق دارن.